در این قسمت از هزار شب قرار قصه شب یازدهم و حکایت گدای اول رو بشنویم با من همراه باشید سلام به روی ماهتون خیلی خوش اومدیم به این کانال من آنایتا هستم و این هزار و شب ماست در قسمت قبل حکایت سه دختر و هممال و اون خونه مجللشون و مهمونهای ناخوندهشون رو با همدیگه خوندیم و دیدیم که اون دخترها کارای عجیبی کردن که کنجکاوی مهموناشون به شدت تحریک شد مهمونا سوال کردن و صاحب خونه خیلی خیلی عصبانی شد هفتا غلام خبر کرد دستای اینا رو بستن و مهمون ها حالا آماده مرگ هستند. بریم بقیه داستان رو با هم بخونیم. چون شب یازدهم برآمد، شهرزاد گفت ای ملک جوانبخت، دختر با وجود اون خشم شدیدی که داشت از اون اجزلابه شدید حمال خندش گرفت بعد از خندیدن به هممال به جماعتی که دستگیرشون کرده بود گفت و زندگی شما یه چند ساعتی بیشتر نمونده برای اینکه احتمال نجاتی داشته باشید ماجرای زندگیتون رو برای من تعریف کنید بعد رو کرد به اون گداهای کور گفت شما با هم برادر هستین اینا گفتن نه ما الان تازه امشب همدیگه رو دیدیم ما اصلا اولین باره که با هم آشنا میشیم بعد دختر رو میکنه به یکی از گداها و بهش میگه که تو از مادر اینجوری نابینا با یک چشم به دنیا آمدی؟ میگه نه من چشم داشتم و این نابینایی من حکایت خیلی جالبی داره اگه اجازه بدی تعریف میکنم از اون دوتا گدای دیگه هم میپرسه اونا هم همینجوری میگن میگن ما نبودیم و نابیناییمون داستان داره و هر کدوممون از یه شهر جدایی هستیم و اصلا این ماجرا شنیدنی اگه بخوای برات میگیم بعد دختر رو میکنه به اون مردان و میگه که باشه هر کدومتون داستان خودتون رو تعریف کنید که چی شد رسیدین به در خونه ما تا اینجا رو بعد برای من بگین اول از همه هم حمال میاد جلو میگه من یه حمالم که این خانوم همون دختر اولی با اومد منو استخدام کرد خریداشو آوردم براش و اومدم همین بود داستان من دخترم میگه اشکالی نداره دستاشو باز میکنه و بهش میگه خب تو میتونی بری همال میگه نه من تا داستانه بقیه رو نشنوم از اینجا نمیرم آخرش هم همال تو همون خونه پیر میشه میمیره باور کن خب میرسیم به حکایت گدای اول گدای اول میاد جلو و برای دختر تعریف میکنه میگه که این ماجرای این تراشیده بودن چونه من و نابینایی من خیلی ماجره جالبیه پدر من پادشاه یک شهر بود و عموی من پادشاه شهر دیگه ای بود همزمان با اینکه من به دنیا اومدم زنموم هم صاحب یک پسر شد من و پسرمون رابطه خوبی داشتیم هر وقت میرفتم پیشش این هر روز مهمونی میگرفت و با هم مشروب میخوردیم و کنار هم خیلی خوش میگذشت به همون. تا اینکه یه بار وقتی رفتم شراب رو خوردیم و حسابی مست شدیم بعد پسرمون به من گفت من از توی خواسته ای دارم که نباید رد کنی باید حتما انجامش بدی برام قسمش میده که به هیچ وجه با من مخالفت نکنی اینم قسم میخوره و باهاش پیمان میبنده که باهاش حتما همکاری میکنه قولو که از این میگیره بلند میشه میره بعد برمیگرده ولی این بار با یه دختر با یه دختر بسیار خوشگل و زیبا و بهش میگه که این دختر رو بردار ببرش به فلان گورستان توی فلان سردابه وارد شید منتظر بشینید تا من بیام بعد میگه منم همین کار رو کردم دختر برداشتم رفتیم اونجا نشستیم و منتظر شدیم بعد از یه مدتی پسرمون اومد ولی این بار با یه تیشه و سنگ و گچ و اینها و یه مقداری آب اومد و یکی از اون گورهایی که توی اون سردابه بود رو باز کرد. گور رو شکافت تا جایی که یه سنگ پیدا شد. سنگ و که کنار زد یه نردبون اون زیر بود. پسرمون به دختره اشاره کرد دختره از نردبون پایین رفت بعدش هم خودش رفت روی نردبون داشت میرفت پایین به من گفت ببین یه لطفی بکن و اینجا دیگه لطفت رو در حق من تموم کن منم که قسم خورده بودم گفتم هر کار بگی میکنم گفت من که از این نردبون رفتم پایین اون سنگ رو برگردون سر جاش خاک و سنگ گور رو که من موقع شکافتنش زدم کنار تو برگردون سر جاش و این گچ و آبوقاتی کن طوری روی گور رو بپوشون که کسی نفهمه ما اینجا رو باز کردیم و شکافتیم بعد بهش میگه من یک ساله که دارم زحمت میکشم اینجا رو آماده میکنم تو لطفی به من بکن این کار رو بکن بعدم میگه من قبول کردم و این رفت و همون کارو کردم و برگشتم به کاخ اموم. وقتی برگشتم دیدم امون رفته شکار و منم با هزار تا پشیمونی رفتم خوابیدم ولی فرداش که بیدار شدم دیدم نمیتونم تحمل کنم برگشتم به گورستان تا پیدا کنم برشون گردونم اما هر چی گشتم هیچ اثری از اون سردابه پیدا نکردم از اینکه این گور رو پیدا نکردم و همچین کاری کردم به شدت ناراحت و پشیمون بودم و برگشتم به شهر خودمون وقتی برگشتم رسیدم به دروازه شهر یه عده ریختن سر من دستامو بستن و من وردن دست بسته به کاخ پدرم. در راه باخبر شدم که وزیر و سپاهیان پدرم یاقی شدن و قیام کردن و پدرم رو کشتن و حکومت رو در دست گرفتن. اینا داشتن میان میبردن پیش وزیر حالا این وزیر کسی بود که من در بچگی اشتباها در حال بازی با تیر و کمان یه تیر از کمانم در رفته بود و خورده بود تو چشمش و چشم این رو کور کرده بود اما من بچه بودم و حواسم نبود اشتباهی این کار رو کرده بودم به حال وقتی رسیدیم پیش وزیر وزیر کینه کرده بود و تصمیم گرفته بود که منو بکشه دستور داد بیان منو بکشن من گفتم آخه برای چی مگه من چیکار کردم گفت گناه تو از همه بیشتره و به چشم خودش اشاره کرد گفت من آخه عمدن این کار رو نکردم بچه بودم نمیدونستم وزیر هم که دیگه حالا دلش پر از کینه من بود منو برد جلو و با انگشتش چشم من رو کور کرد بعد هم سپرد به دست یک غلام که ببره بیرون شهر و بکشتم وقتی رفتیم بیرون شهر با این غلام از درد چشمم که طاقتی نمونده بود برام و غلام که اومد من رو بکشه شروع به گری و زاری کردم و ازش خواهش کردم که به من رحم کن برای چی باید من رو بکشی من گناهی نکردم غلامم که اجزلابه من رو دید دلش به رحم اومد دست و پای منو باز کرد و به من گفت از اینجا برو برو دور شو و جای دیگه باش که اینا ببیننت میکشنت منم دیگه درد چشمم یادم رفت حالا که جونم نجات پیدا کرده بود فرار کردم و رفتم پیش اموم. برگشتم پیش اموم و این ماجرا رو براش تعریف کردم اموم هم حال نظاری داشت و ام گفت این ماجرای تو به غم من اضافه شد من, من چند وقت از پسرم بود خبری ندارم پسرم نیست یه مدتیه و نمیدونم کجاست با شنیدن خبریم که من بهش داده بودم دیگه نتونست تحمل کنه اش افتاد وقتی به هوشش آوردم اینکه فکر میکرد پسرش مرده من ماجرا رو براش تعریف کردم و با شنیدن اینکه پسرش زنده است حالش خوب شد و گفت بیا بریم تا اون سرداب رو پیدا کنیم با امون پا شدیم رفتیم به همون گورستان و بعد از کلی گشتن بالاخره تونستیم همون سردابه رو پیدا کنیم بعد اون قبر رو شکافتیم و رسیدیم به همون نردبان از نردبان که رفتیم پایین دیدیم بله یه فضای اتاق اتاق توی هر اتاق هم کلی خوراکی و میوه و غذا و همه چی هست اما توی یکی از اتاقها یه تخت بود که دورش پرده ای بود ما پرده رو زدیم کنار دیدیم که پسر امون و همون دختری که با هم اومدن روی تخت دراز کشیدن در حالی که سوختن و بدنهاشون سیاه شده و در همون حالت سوخته همدیگر رو بغل کرده بودن و مرده بودن عموم که این صحنه رو دید توف انداخت روشون با لگت میزد به بدن اینا و میگفتش که بکش این مکافات کاریه که کردی این حقت این سزای توه و, و کار بد تو جوابش همینه این واقعا لیاقتت بود پسر این صحنه رو میبینه با تعجب نگاه میکنه نمیدونه برای چی عموش باید با بچهش که اینجوری آتیش گرفته مثلا مرده با این خشم برخورد کنه اما قصه که بدین جا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست در قسمت بعد ادامه داستان رو میخونیم شب دوازدهم رو خواهیم خوند و دلیل رفتار عجیب و عموی این پسر رو متوجه خواهیم شد ممنونم که تا اینجا با من همراه بودید اگر از این اپیزود هزار یک شب لذت بردید لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بگذارید مراقب خودتون باشید بوس برای ماهتون